با درود بسیار به شما عزیزانم، اگر بگم هفته خوبی داشتم درست نگفتم، صادق نبودم باهاتون. یه دل اونجا در خانه پدری نگران، این سو نگران تر. من فرزندانم به خصوص پسر بزرگم آنقدر نگران این وایروسه، دائم مراقبت میکنه، اسپری به دستمون بزنیم دیگه دستو زخم شده. من یک کسی رو مثل پدر از دست دادم، اون بزرگ مرد خیامی رو، پشت و پناه و کوه دماوندم بود. فشار 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 مالی و همه اینا، میخوای گردنتو راست نگه داری، میخوای در برابر این خزعبلاتی که برات میگن نشون بدی رو پای ایستادی. اغلب بچه‌ها همدلی و همیاری کردن، یکی دو نفر دلمو شکوندن، راستشو بهتون میگم، از من نخواهیم بیام اینجا اسم بهتون بگم، ولی دلمو شکوندن. شما هشت سال یه مؤسسه خصوصی که هیچ دولتی پشتش نیست، هیچ کشوری کمکش نمیکنه، حقوق بچه‌هاشو سر موقع بده، حالا 5 روز دیرتر 4 روز این برود ولی بده، 39 نفر رو حقوقشون رو بده، مبلغ کمی نیست ولی به موقع بده. بعد یه ماه و نیم دو ماه به خاطر مسائلی که خب حالا لزومی نداره من جا توضیح بدم عقب میفته. انتظار داری که همدلی باید باشه دیگه، تو برای خودت که ور نداشتی که، خودت هنوز داری قصه خونتو میدی، هنوز گرفتاریاتو داری، هزار مشکلم خودت داری، ولی حاضر نشدی سهمی که متعلق به همکارات در جیب خودت بگذاری و اون وقت انتظار داری همکارات هم همین حسو داشته باشن و باور کنید اکثرشون دارن. من یه نکته راجع به همکارایی که اینجا هر روز چشم تو چششون میفته براتون بگم، از جمال که خب مثل برادرمه تا بقیه هم که مثل بچه ها و فرزندان و برادران، خدا شاهده یک بار نگاه پرملامت به من نکردن. خیلی حرفه علی آقا هر روز من بیام با محبت بیشتری به من سلام کنه، فومن آقا رضا با عشق بیشتری، امین با عشق بیشتری، هومن عین فرزند، دونه دونه بگم خسرو جدی امیر، هر کدومش رو من میخوام براتون بگم، نه همه عشق بوده، همه محبت بوده. باور کنید بچه اونجا مثلا من حساب میکنم خدایا اینا که بعضیاشون واقعا نمیدونم براتون بگم، در نهایت عشق. حسین اون روز اومده به من میگه آقا من با کردیت کارتم میتونم فلان کار رو بکنم. میگم حسین جان نه عزیزم، تو رحمت دفتر منی و این کار رو نکن، از این حرف رو نزن. دونه دونه دکتر کویر رو چی براتون بگم، محمود نازنین کویر و اون طرف هم بچه های نازنین عزیز خیلی با محبت، ولی یکی دو تن یه خود مخلصشون هم هستم، دوستشون دارم مثل همیشه، ولی آدم دلش وقت میشکنه دیگه. در حال امیدوارم تمام این مشکلات و مسائل حل بشه. ببینید وقتی عطای عزیزم عطا معینی فهرست رو برای ما میفرسته که یه آماری به دستمون میده راجع به تعداد بینندگان، خیلی طبیعی است ایران اینترنشنال اوله، شکی هم نباید داشته باشی، روی 9 تا ستلایت هست، روی اسکایپ هست، رادیو داره، شک مگه باید. اما وقتی ما جایی ایستادیم که بالاتر از ما، بعد از بی بی سی و بالاتر از تلویزیون های دولتی دیگه، این برای ایران فردا افتخاره.
برای شما و همکارای من افتخاره که به این نقطه ما رسیدیم. درست تلویزیون بعد از بی بی سی از نظر تعداد بینندگان و نصف عمر بی بی سی هم داریم، خدای شکرت، سپاس از شما. دیروز بانوی با من صحبت میکرد از کرج، خیلی متاسف، خیلی، و به من گفت خواهش میکنم با این دولت‌های بزرگ غربی با اینا صحبت کنید، بگید ما در چه شرایطی هستیم، بگید مردم تو خونه نشستن، درم بستن، اما کمودا و یخچالا خالیه. من میگم خودم شرایط عجیبی داشتم، ولی واقعا از هموطنانی که امکانشو دارن میخوام که آستین بالا بزنن و کمک کنن، کمک کنن، کاری کنن که ما سربلند بشیم جلوی مردم ایران. ما اعضای خانواده ایران بزرگیم، سربلند باشیم، سرفراز باشیم. در حال چه بگویم و با چه زبانی بگویم از شما سپاسگزارم که ایران فردا رو اینجور در میان گرفتید، لطف بهش کردید و با محبتتون مجال دادید ما همه سختیارم تحمل بکنیم. درود بر شما. آقای دکتر نوری‌زاده، با عرض سلام و آرزوی موفقیت برای شما و همکاران سخت کوش و ایران دوست تلویزیون ایران فردا، مبارز و مفسری ارزشمند و آقای امیر طاهری، آقای دکتر امیر طاهری هستم، یعنی احوال ایشون رو بپرسم. لطفا از نحوه فعالیت و سلامتی ایشان آگاه ما فرمایید. دوست من امیر طاهری یکی از برجسته ترین روزنامه نگاران معاصر ماست. من در سالهای نوجوانی دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات شدم، امیر سردبیر کیهان انگلیسی و بعد کیهان. همونطور که من تو اطلاعات خیلی مخالف داشتم، امیرم داشت، ولی حضورش رو ثابت کرد، کیهان رو متحول کرد. خود من تو انگلیس درس می‌خوندم، رفتم تابستون تهران، آنن به هم گفت بنویس، یک صفحه داد، من شعرهای هولدن روبرتو رو، شعرهای شاعران مبارز آفریقایی رو ترجمه کرده بودم، اونجا چاپ کردم. امیر طاهری همیشه حامی و پشتیبان منم بوده، چند سالی از من بزرگتره، ولی این یک برادر بزرگتر همیشه هوای ما رو داشته. بسیار دوستش دارم، بسیار بهش احترام میگذارم، یه روزنامه‌نگار برجسته بین‌المللی است و کتاب‌های فوق‌العاده جالبی نوشته، زبان انگلیسی بسیار زیبایی داره، نه وکابلری زیبایی داره، و درود می‌فرستم به سلامت هم هست و خوب و فرز و چالاک و تون تون میره، و حضورش در برنامه تفسیر خبر ما بسیار غنیمته. حالا من اون دفعه هم قول دادم یه روز باید با امیر بشینیم، فارغ از سیاست بشینیم، راجع به دنیای خودمون صحبت کنیم. امیر بسیار شعر دوسته، شعرهای منم دوست داشت و ادبیات و قصه و همه رو خیلی دوست داره. سلام خدمت آقای نوری‌زاده عشق، به خدا خیلی دوستت داریم. من و پدر خانومم هر روز منتظریم برنامه خانه پدری شروع بشه، بشینیم و لذت ببریم. پدر خانم بنده خدا فکر میکنه هر روز برنامه داریم. من گفتم شنبه و یه شنبه خانه پدری پخش نمیشه، ولی از علاقه زیادش میره میگه حیف اولسون، یعنی چقدر حیف، حیف اولسون. موضوعات سیاسی مخصوصا وقتی که زمان پادشاه فقیه صحبت میکنید و هشدارهایی که به خامنه ای میدید، حتی تفسیر خبر آقای چالنگی وقتی شما مهمان برنامه باشین من ضبط میکنم، بیاد بعد نگاه کنیم. لطفا اگه میشه یه بار شهبانوی گرانقدر رو دعوت کنید برنامه یا تماس تصویری، خیلی علاقه داریم.
آقای شریعت مداری رو هم زیاد به برنامه دعوت کنید. ممنونم. خدا حفظتون کنه. جاوید شاه پاینده ایران. درود بر شهبانو، درود بر شاهزاده. ممنونم عزیز دلم، ممنونم از محبت و لطفت. پدر گرامیتو سلام منو بهشون برسون، دست مبارک و پرمهرشو میبوسم و پیشانی عزیز تو رو. درود بر تو. گوش بدیم یه پیام تلفنی رو. حالا سلام عرض میکنم آقای دکتر نوریزاده. واقعا به جز دعا و ثنا برای شما هیچ کاری از دست امثال من بیننده تلویزیونتون بر نمیاد. خدا شما رو برای ما نگه بداره. یه دانشگاه برقرار کرده، نه یه تلویزیون. برای دومین بار برنامه آقای دکتر صدیق یزدی رو دیدم. دم آقای لیمونادی گرم. واقعا لذت بخش برنامه هاتون. همیشه ارادت خاصی به برنامه آقای اسداللهی عزیزم دارم. نمیتونم دونه دونه اسم بیارم. برنامه خودتون واقعا کیف میکنم. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم خواهر نازنین من. ممنونم که اینقدر دوستی. خدا شاهده این واژگان مثل اینکه تمام تبدیل میشه به گلوبولای انرژی. عشق منو در میاره، نمیتونم جلو خودمو بگیرم گاهی. که اینقدر مهر و محبت رو خدایا، من چه انسان خوشبختی بودم که در اون فصل پایانی عمرم، در اون ربع آخر هر چقدر هست، این بخت رو پیدا کردم که اینجور با دلها رابطه برقرار کنم. پروردگارا، پروردگار عاشق، سپاسگزارم ازت. من به امامزاده اینقدر اعتقاد ندارم، اما به خدای عاشق خیلی اعتقاد دارم. و همون خدای عاشق، همون خدای عاشق در درون من می جوشد و میگه این بلا رو هم مردم ما پشت سر خواهند گذاشت و مردم جهان. و بار دیگر ایران سرفراز از خاکستر خود بر می خیزد. فریدون از البرز نجات پیدا خواهد کرد. چرمین پوش کاوه ضحاک رو به زیر خواهد کشید. و ایران عزیز من، وطنم نور و آب و عطر و عسل خواهد شد. ممنونم خواهر نازنینم. یک پیام تلفنی دیگه پخش کنیم. جناب نوریزاده سلام عرض میکنم. انشاءالله همیشه خوب و سلامت باشی. خیلی بیشتر راجع به آزادی این زندانی ها صحبت کنید مدام، که اینا مجبورشن همه زندانی ها رو لاقل آزاد کنن که تو زندان اینا بین نره با این کرونای که عالم گیر شده. خیلی اقلا در روز 7-8 دفعه راجع به زندانی ها صحبت کنیم برای آزادیشون. خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزارم بانوی گرامی. اتفاقا این کار رو بچه هم دارن میکنن. عسل پهلوان عزیزم با برنامه فوق العاده خوبش درباره زندانیان سیاسی هر هفته به این مسئله به جدی میپردازه. و همینطور در برنامه دیگرمون جمشید چالنگی در تفسیر خبر، من تا اونجا که بتونم و دوستان دیگر همینطور 70,000 زندانی رو آزاد کردن. شما فکر کنید یک کشور 80 میلیونی 267,000 زندانی داره. حالا 70,000 رو آزاد کردن. زندانیان سیاسی رو شدون آزاد نکردن. بانویی که به 2 سال زندان حبس شده مرخصی بهش ندادن. بعد قاتلی رو که زندان حبس ابدی دادن. خب رژیم قاتلان بالاخره به قاتلان باید دل رحمتر باشه. رژیم قاچاقچیان باید انواع خودش کارو بگیر افتن تو زندانن باید بیشتر مراقبشون باشه. وقتی فرماندهان سپاه بزرگترین قاچاقچیان، خب این معلومه. سلام آقای نوریزاده، من خیلی به شما و آقای سازگارا علاقه دارم، ولی این هفته که با دکتر سازگارا حرف می‌زدید، ایشان در آخر برنامه گفتن با یک پروفسور صحبت کردم
که او گفته با گرم شدن هوا ویروس از بین نمی رود و این یک شایعه است. میخواستم بگم که خیلی از مردم امید به این داشتن که با آمدن تابستان ویروس از بین برود. به نظرم حتی اگر این تصور مردم درست نباشد هم امیدی بود برای آنها و با این خیال مردم خیالش راحت تر بود. اما با این حرف دکتر سازگارا مردم امیدشان از بین می رود. فکر میکنم این درست نیست که ایشان این حرف را زدن. خیلی بهتر بود که نمی گفتن. چون مردم با این باور خودشان را آرام می کردن. چون امید در این شرایط بد و ناراحت کننده چیز بسیار خوبی است. لطفاً به ایشانم بگوید و از زحمات هر دوی شما ممنون. عزیزم باور کن ما در برابر یک دایلما اینا میگن بهش قرار گرفتیم، بگوییم یا نگوییم. دکتر پیام فاضل عزیز من گفت آقا من با افراد شما مخالفم، من میدونم این بیماری میلیونی خواهد شد و عده‌ای رو هم میکشه، عده زیادی رو، اما پنیک نباید کرد، دلارم نباید خالی کرد. از طرف دیگه دکتر سازگارا که تمام وقت داره میدوه دنبال اینه که راهی و کاری بتونه انجام بده، دروغ نمیتونه به شما بگه. حرفی رو که از یه متخصص شنیده میگه، برای که مردم پا نشن از شهر خودشون برن بندر عباس و اگر آلودگی دارن به اونجا منتقل کنن. آخه ماشینای قم تو زاهدان چه کار میکرد؟ چطور زاهدانی ها موقع انتخابات 85% اهل سنت نمایندش رو شیعه وابسته به سید علی در میاد، اما موقعی که کرونا میاد شهرشون پاکه، از قوم آلوده همه سرازیر میشن به اونجا. و ببینید اینا بود که آقای دکتر سازگار رو میگفت که فکر نکنید پناه ببرید به جزایر خلیج فارس یا جاهای گرم از دست این بیماری نجات پیدا میکنید. این یه اپیدمیه که با روشهای خردمندانه، روشهایی که پزشکان واقعا فداکار مملکتون، پرستاران نازنین فداکار تمام شبان روز تلاش میکنن انجام بدن، جلوی انتشار این بیماری رو گرفت. در واقع روش برخورد باید این باشه، این که پناه ببریم از یه نقطه به جای دیگه کار آخونداست. بودن تمام علمای قم پاشدن به جابون و این دوروورا و نقاط نزدیک قم رفتن اونجا، یه دشون رفتن گرمسار، یه این بر رفتن، همه شون هم تو این دهات خونه دارن دیگه، بالاخره همه شون از اونجا اومدن، دنبال اسماشون رو ببینه همه یه چیز دارن، این مال همون منطقه هستن. جمکران، جمکران دو جوره، هم میرن دور باشن هم میرن به امام زمان نزدیک باشن. گوش بدیم پیام شفاهی رو. سلام آقای نوریزاده، در جایی که من زندگی میکنم کسی نیست به شعرهایم گوش بده. هر از گاهی به مناسباتی شعرامو برای شما فرستادم، همیشه پخش کردید و بدون اینکه خودتان بدانید بسیار مشورم بودید. این هم شعری برای تشکر از شما. مرغ خوش الهان بسی یاری به یاران کردید، نغمه های مهر خود بر ما چه ارزان کردی. زی تو آزاده بان فردای ایرانت درود، خدمتی را که بان فردای ایران کردی. آن بهار خدر خرمن انبوهی سویت گذشت، رشته خاکستری وقف عزیزان کردی. شیوه پنهان نمودن خیره در کارتون است، سالها افشاگری از ظلم شیطان کردی. ای که بنهاده به کف جان خود ای جانان ما، عاشقان رهنمایی با دل و جان کردی. این فضولیم ببخش، قدری به فکر خیش باش، ای که عمری را مدارا با فضولان کردی. متشکرم. سپاسگزارم خواهر عزیز من. من چه بگویم برای این شعر بسیار زیبات؟ ای کاش استحقاق این همه لطف رو داشته باشم. خدایا واقعا استحقاق این رو داشته باشم. سپاسگزارم.
با همه جان سپاسگزارم. یه پیام شفایی دیگه هم بشنویم. و این بیماری چیزی نیست که تازه به ایران اومده بشه. تو شهریور که من با دخترم آمده بودم شما خودم دیدم اونجا یه ویلای زمانشاهی خیلی خوب که اینا از این مصادر یا بود که اینا میخواستم به من و دخترم و خود لعنتشون کنه. به دخترم رو بمون اینجا ماسک و نمیدونم این چیز سرم استفاده کردش استفاده کردن اینا نیست که یه بیمار اینجا بستری که تو مورده بعد احتمالا بیماری واگیردار داشته چون که اصلا نیومدن اینجا رو از ترسشون تمیز کنن. حالا میخوان اینجا رو به ما اجاره بدن فوری بیدیم از اینجا. پس چیزی نیست که چون دو ماه و اینا باشه اون همه دروغه. و این که الان میگن آقای علاج بعدی شیخ ها جوار خوب میبرن خب آره دیگه مردم از کیش فیلم فرستاده بودن که بهترین هتلای کیش رو به اینا اختصاص بدن. پسر من اونجا یا آپارتمان به برجی اونجا زندگی میکنه بعد گفتش که پری روز اومده بود میخواست بره. آره فکر کنم هم درسته. بعد نمیذاشتن دو تا پرواز رو کنسل کردن و بعدم اینا گفتن بابا ما خونه زندگی مون اینجا ما خونه داریم آدرس خونه هاشون رو دادن اینا یه تعداد کمی رو که واقعا انتظار میگفتن خونه زندگی داشتن اجازه دادن با یه پرواز دیگه برن. برای مردم عادی که صحیح و سالم هم جوونن اینجوری دارن سخت میگیرن ولی اون انگل ها رو بیشترین جاها میبرن قرنطینه میکنن. من حتی باور ندارم این موادی که اینا دارن با این ماشین های سرکوب تو خیابون میزنن خودش توش مواد مسموم کننده و چه میدونم از این ویروس کرونایی ها اینا نداشته باشه. اون کسایی که بیشتر میرن اینجور جاها بیشتر آسیب میبینن. همینطور تو خیابون میبینیم تو خیابون ها اصلی معلوم افتاده. البته ما پیاده نمیریم با ماشین که میریم. وقتشون تموم شد ما قطع نکردیم. ببینید اینقدر مردم رو بدبین کردن که حتی به این دوایی که به در و دیوار میزنن شک دارن. خب آقا راست رو مردم بگید. امروز میام میگن آقای دکتر ولایتی هم گرفته. اون یکی میاد آقای جهانگیری خون است نمیاد. خب آقا به مردم راست شو بگید. هنوز کسی باور نکرده خواهر ابتکار خواهر مری مبتلا باشه. میگن دروغ میگه. خانم رهبر مبتلا شد فوت کرد. واسه یه عده باور نداشتن. این بیماری دیگه نمیدونه که شما رفیق سید علی آقا هستی اصلاح طلب یا اصولگرا. پس گردن تو میگیره هر کی باشی. وزیر بهداری انگلیس مبتلا شد. معاون وزارت بهداری ما مسخره خاص و عام شده بود. وزیر بهداری اینجا هم مبتلا شد. به هر حال خدا میدونه فردا ماها کجایی چه اتفاقی میفته. ولی درسته بانو گرامی این از بهمن ما هفتم بهمن آقای خامنه‌ای کاملا میدونسته و در نهایت بی انصافی و بی مسئولیتی اصرار کرده که مراسم رژه 22 بهمن و بعد انتخابات و وسط شدم که تشییع جنازه قاسم سلیمانی و غیره اینا همه انجام بشه. درنگ کوتاهی میکنیم میریم. کجا میریم؟ میریم پیش فرهاد جان فخرالدینی نازنین مردی که امروز سالروز تولدش. یکی از آهنگهایی رو که رهبری کرده با هم گوش میدیم. Thank you.
با درود دوباره. فرهاد جان فخرالدینی و آهنگ تم ترکی هم داشت، آذری. ارکستر سمفونیک تهران آغاز به کار کرد، استاد حشمت سنجری. فکر کن دو تا از بچهای دانشکده ما تو ارکستر سمفونیک بودن، یکی استاد محمد سریر بود، نازنینی که بیشتر آهنگای زنده یاد محمد نوری رو او ساخته، در وزارت خارجه جز مدیران بزرگ بود در امور اقتصادی، دیگری غلامرضا ماهروزاده که ویالون میزد و ماهروزاده هم بعد رفت وزارت خارجه. من و هربز شهدادی بلیت لوژ با هم رفتیم نشستیم و حس کردیم. حشمت سنجری رهبری میکرد و دو بچه دانشکده بود، دکتر سلیر دانشکده اقتصاد بود، ماهروزاده همکلاسی ما تو دانشکده حقوق. بسیار زیبا بود. خوشا اون روزا، خوشا اون روزای خوش. اسفندیار منفردزاده جملت جاودانه شد، دوران خوش استبداد. واقعا واقعا دوران خوش استبداد. خب حالا یه چند تا پیام کتبی رو بخون. در جزیره کیش دارن مردمی که ساکنان هستن مجبور به ترک آن میکنه. دستور دادن که تمام سوپرمارکت ها و نانوایی ها و تمام مراکز خرید ارزاق مردم باید بسته بشه و گفتن هر چه زودتر باید کیش تخلیه بشه. میخوان تمام آخوندها و سران و خانواده آنها رو به کیش منتقل کنن چون هوای آن گرمه و امکان انتشار کرونا در آن کمه. در ضمن آقایون همراه خانواده ها خود در آنجا به خیال راحت باشن. لطفا انتشار دهید. عزیزم من انتشار دادم، ولی مطمئن باش پاشون به کیش نمیرسه، چون خود مردم اونجا بلدن چجوری خدمتشون برسن. پای اینا به کیش نخواهد رسید، نه به کیش نه به قشم. شاید تو جزیره هندورابی مثلا یه گوشه بزن زیر سنگ قایم بشن که انشالله همیشه زیر سنگ باشن، ولی چه بلا اینا سر مملکت آوردن که الان هر شایعه ای رو مردم قبول میکنن. هر چی بگید، اینا که من بهتون میگم واقعیت داره. نوری همدانی تمام اقوامش رو فرستاده خارج. حضرت آیت الله مرجع العظما وحید خراسانی پدر زن مربوطه، ایشون به دادشون تشریف بره. اگه تو قومن باشن میگن آقا رفته که هیچکی نیاد. شوبر زنجانی که دامادش رفت و خودش هم گرفتار و پسرش. ناصر ابوالمکارم شیرازی توی سوراخ زیرزمین قایم شده و همشون این موجودات ناجوان مرد بی دین بی خدای ضد بشر، این بلا باید به جان اینها بیفته نه به جان ملت مظلوم. دروغ گویان وقتی من حسن روحانی رو میبینم و ایمیج یا تصویری که این از خودش درست کرده بود، حتی خارجی ها اشتباه میکردن، گفتن آره خاتمی زبان بلد نبود، این بالاخره در اسکاتلند درس خونده. نمیدونستن اون پروفسور امین بیچاره ورداشته رساله رو نوشته که بعدم اونجا آزارش بدن. و این آقا یه جمله انگلیسی عبارت گفت صد رحمت به قذافی. قذافی یه شب بی بی سی مصاحبه باش میکرد، انگلیسیشو زیر نویس میذاشتن، گفت I am against you اینجوری حرف میزد. آقای روحانی هم یه همچه حرفی زد. واقعا شرم‌آوره کسی مثلا دکترا گرفته رساله به انگلیسی نوشته. چه بگویم بهتون، چه بگویم از تزویر آخوند، چه بگویم. اما دورانشون داره به پایان میرسه. مگه تو قرن 14 هم بعدش رنسانس نشد؟ الان هم میشه، موقع رنسانس اسلامه. اسلام باید زیر رو بشه، آخوند باید بره کنار. داشتم یکی از آخوندها رو میدیدم که حضرت مجلسی
در صفحه فلان و فلان فرمودن صبح پاشین این آیه ها رو از این سوره ها بخونین، مرد و پرست همه پر میزنه میره. بعد یارو یقش رو گرفته میگه آقا جان نوه آقای خویی بچه رو مرد، اون مگه از این دعاها نمیخون؟ آیت الله خسروشاهی مگه از این دعاها نمیخون؟ آقای میر محمدی مگه از این دعاها نمیخون؟ ایروانی مصیبت، ایروانی به قول معروف حسابدار باشی معین الممالک آقای خامنه ای، سوت و پوت اسرار مالی دستش گرفتار شد. جرأت هم نمی کنه مشتبه چجوری بره بهش بگه آقا این پولا کجاست، چجوریه، برنامه چیه. یه پیام شفایی پخش کنید لطفا. سلام، خسته نباشی. میخواستم یه سوالی بکنم. این ویروس، این کرونا ویروس کووید 19 که اومده، حالا همه جا صحبت از این هست که این به علت سوء مدیریت نظام این گسترش پیدا کرده و همه شهر رسیده و به این علت ها، یا مثلا خاطر انتخابات و راه پیمایی 22 بهمن. ولی خب یه تئوری دیگه هم میتونه باشه که این طوری میگه که به خاطر سوء مدیریت نبوده که این پخش شده، این عمدن، کاملا به عمد این رو خواستن که پخش بشه. که دلیل این که همچین کاری بخوان بکنم پشت این تئوری میتونه فرض بکنه، همونجوری گفتن جنگ نعمت، کرونا ویروس هم میتونه برای اینا نعمت باشه. به این صورت که وقتی این تو ایران پخش شد، حالا صد هزار نفر، میلیون ها نفر هم گرفتن، حالا خب حالا مهمم که نباشه برای اینا، و یه عده از اینان خب میرفتن کشور دیگه این پخشش میکردن تو دنیا، که الان هم شده دیگه، از ایران پخش شد همه جا. بعد این رکود اقتصادی میاره دنبالش، همه الان هم انجام شده، همه بازار بورس و رکود اقتصادی. و خب اگه این رکود اقتصادی به آمریکا هم برسه، این نتیجه میتونه نتیجه این باشه که مردم از رئیس جمهورش ناراضی بشن، تو انتخابات بعد آمریکا رأی ندن به ترامپ. خب اگه همچین کاری بکنن، این ممکنه به خاطر همین حساب کتابی که کردن که ما یه همچین مسئله جهانی به وجود بیاریم، مثل اردوغان که از این پناهندا مثل سلاح استفاده میکنه، هر موقع مشکل داره میفرسته سمت اروپا. اینا مثل در واقع آدمای بیمار رو که خودشون نمیدونن بیمارن، مثل سلاح باشن، رفته باشن اینا پخش کرده باشن که تو دنیا. وقتتون تموم شد، من قطع نکردم. دوست من اینجوری نیست، اینجوری قضایای جهانی رو نگاه نکنید. جمهوری اسلامی رو شما مقایسه میکنید مثلا حتی با اردوغان، اردوغان بلده چجوری استفاده بکنه. اینا خدا شما الان همه دارن مبتلا میشن. نه عزیزم، اینجوری نیست. اصلا مسئله خود ببینید، یه بلای جهانیه. بعضی کشورها مثل هند، مثل خود چین، بر اثر کفایت، کاردانی، پیشگیری بلد بودن باش چجوری برخورد کنن. یه کشورهای مثل ما نتونستن. شون عراق، عراق از چین کارشناس خواسته، عراق بیدر و پیکر تعداد مبتلایانش 1,250 ایرانه، تعداد تلفاتش اصلا قابل مقایسه نیست. همین کویت کوچیک رو نگاه کنید، امارات، قطر، عمان، مصر فقیر، عربستان، تمام اینا که تو عربستان مبتلا بودن از ایران اومدن. ببینید اینا ربطی نداره که اینا میخوان یه کار کنن ترامپ انتخاب نشه. نه، ترامپ به احتمال خیلی زیاد انتخاب خواهد شد. شما باید برید از اون مید استیت های وسط آمریکا استیت ها بپرسین، 40% بیکار بودن، الان 2% بیکارن. دیروز سه روز پیش چنسلر اینجا، وزیر دارایی، داشت بودجه رو میگفت، مثلا شگفتی زده شدم، بهره رو نصف کرد. مثلا ما بهره اینجا برای هیچ 75% بود، ولی داشتم بره
یعنی ببینید این کشورها برنامه ریزی دارن، الان برای برخورد با کرونا برنامه ریزی دارن. اگر مؤسسات مجبور به تعطیل بشن، ضررشون رو دولت تقبل میکنه، نه اینکه تو ایران بگن اگر نیای حقوقت هم نمیدیم. مرسی دوست من. درود بر شما جناب دکتر نوری‌زاده، عرض ادب و احترام خدمت شما. خواستم عرض کنم خیلی از کسانی که پیام میدن و از شما ایراد میگیرن یا از عوامل جمهوری اسلامی هستن یا مجاهدین خلق، پس خیلی خودتون ناراحت نکنید و جدی نگیرید. ضمناً دیدگاه شما را در مورد خاندان پهلوی خیلی میپسندم. فامیل و خانواده من که حدوداً 300 نفرن همه موافق دیدگاه های شما جز دو سه مورد که اونم تکلیفشون مشخص. این تشکر باغ بهادران اصفهان. به 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 از باغ بهادران. دوستی اومده بود از ایران، گفتم فلانی چطوره؟ یکی از شخصیت هایی که خیلی دوستش دارم، اهل اصفهان و بسیار عزیز، حالا دیگه گفت یک دو کلمه دیگه بگی میشناسنش. گفتم چی کار میکنه؟ گفت یه منزلی حالا در یه جایی در شمال تهران خریده و خب زندگیش هم الحمدلله مرفعه، میخواند و مینویسد و یه استخر کوچیک داره شنا میکنه و با تمام امید با تمام عشق برنامه‌های تو رو میبینه، میشنه، حرف میزنه، دوستان میان بحث میکنه، گعده های دوستانه دارن. چقدر حسرت خوردم خدایا، چقدر دلم تنگ شده برای خانه پدری، چقدر دلم تنگ شده. یه دوست دیگری دارم در شهرهای غرب، گاهی اوقات تصاویرش رو میفرسته، دو این جیما مشغول ورزشه، نگاه که میکنم میرم خدایا چرا نباید این سالهای عمرم در وطنم باشم؟ چرا باید سیدری خامنه ای حق منو از ایران گرفته باشه و خورده باشه؟ چرا؟ چرا راجب سرنوشت من سید ابراهیم قاتل رئیسی باید تصمیم بگیره؟ خیلی دردناک. از شما بعید بود سفارش مردم برای رفتن خرید عید. اولا این بازار همون بازاریه که همکاریش با آخوندان و مذهبیون باعث ورود بلای جمهوری اسلامی و سود سرشار احتکار و بیشرفی، باعث استمرار و حمایت از این بلا برای نزدیک به نیم قرن شده. حالا شما برای یک سال بیرونقیش حاضری سفارش کنید که مردم بروند و جانشان رو هم مثل مالشان برای این بازار در خطر بیندازند؟ من فکر کنم میخواهید مردم رو به تزیین سفره عید و ادای مراسم عید در طریق تکنولوژی و در حالت قرنطینه و رعایت آداب آن دعوت کنید. نگو هنوز هم نگران بازارید. ای آتش بگیرد این بازار، این بازار و دکان کاسبی مذهبیون، کاسب و طرفدارانشون. خیلی از اون دلخور شدم. من طرفدار 10 ساله شما بودم. اصلا دیده چطور عزیزانمون را دفن میکنن؟ در جریان مصائب بیمارستان و کاد زحمتکشان هستید. پدر من پارسال همین موقع از شر دستپخت شما روشنفکران خلاص شد و از این دنیایی که شماها در سال 57 ساختید رها شد و امسال ما حتی نتوانستیم برای سالگرد بگیریم و از رفتن به بهزر را خودداری کردیم. بعد شما نگرانیم که بازار کساد است، به درک، به جهنم. 40 سال خون پدران و کارمندان ما رو مکیدن تا در فرق بمیرن، یک سال هم بشینند و خونها را بیاشامند. کم نمی آورن. نمی دارم پخش میکنید ولی امیدوارم در خلوتتون بخوانید. نه عزیزم، من در جلوت میخوانم، شما در خلوت چیز بدی ننوشتی. من با تو موافقم در اون بخشش که مقصود و مقصد همون بازاری های فریبکار. عزیزم من دارم راجع به کسبه به طور کلی میگفتم. من کجا فقط بازار رو گفتم؟ منظور من اینه که اون کاسبی هم که به امید شب عید نشسته بعد از عید ورشکسته بشه، یه مصیبت بر مصیبت کشور افزوده میشه. یه خانواده بی تو کوچه آواره میشن. به منظور من چیز دیگه ای بود. منظور این بود اگه براتون امکان داره، مثلا قرار بوده 500,000 تومان خرید بکنید، حالا 100,000 تومان خرید بکنید، بگذارید این چراغ روشن بمونه، این چرخ بگرد.
تمام آجیل فروشی ها شیرینی فروشی ها بستن. خب نه نباید اینجوری باشه. بگیم چند تا بخرید بذارید اینا در اون حدی که بتونن نگه دارن. مثلا تو شیراز صاحب ملک ها اجاره خونه نگرفتن، چقدر بزرگواری کردن، چقدر ممنونم ازشون. همون قشنگه این چیزا، برای آدم افتخار میاره که ملت همدرد و همدلی هستیم. ولی من هرگز نگفتم نمیدونم این حاجی فلان که دستش تو کاسه رژیمه با اینا باشه. راجب آقای حاج مهدیان که من نگفتم بهتون، که من راجب آدم های معمولی گفتم یه دکون داره، یه کاسبی داره، چهار تا تریکو و نمیدونم چهار تا بلوز انداخته، جوراب میفروشه، چهار اینا رو گفتم. به هر حال فکر نکنید که اگر اینا مثلا کاسبیشون کار نکنه مملکت درست میشه. نه نه عزیزم، اونایی که خون شما رو مکیدن سر جاشونه. پاساژهای بزرگ شمال شهر، شهرک غرب، جاهای مختلف حضور دارن. جواهر فروشی دارن که اول ایران فردا من خیلی امیدوار بودم که آگهی بگیرم. پاشتم رفتم این برام و رفتم دبی، دو تا شرکت، یکی کره‌ای و یکی سوئیسی، به ما آگهی دادن. اومدیم خوشحال به بچه ها که بریم تهیه بکنیم، درست بکنیم. و یه دو سه هفته ای از پخش برنامه ما گذشته بود که به ما تلفن کردن که آقا پخش نکنیم. چی شده فلان؟ نه، با تو تماس میگیریم، نمایندمون رو نامه نوشتن و فلان و خسارت به ما دادن. چیز کردن، گفتن آقا ما به بحث این که اسم ما رو شما آوردیم، دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی ما گفته اگر آگهی از این تلویزیون از شما پخش بشه شما رو بیرونتون میکنیم، جلوی بیزنستون رو میگیم. ما صدها میلیون دلار تو ایران فروش داریم، بذاریم به خاطر تلویزیون شما. یا اون نماینده اون ساعت گفت که آقا من 800 در ماه در ایران میفروشم، نمیکنم این کار. این در واقع میخوام بهتون بگم ما حاصل مجموعه که اتفاقی که داره میفته در مملکتمون اینه. بیزینس های بزرگ کارشونو میکنن، بیزینس های بزرگ با این چیزا از بین نمیرن، سر جاشونه. آقای رئیس شهری نمایندگی بی ام دبلیو رو سر جاش هست، کاری داره. اون کاسبای خورده پان که له میشن، من منظورم اونا بود. یه پیام شفایی پخش کنیم. سلام عرض ادب خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر نوری‌زاده. بنده به خاطر ارادت خاصی خدمت شما دارم، همیشه با بسیاری از دوستام کانتاکت میکنم، البته این باعث افتخاره. امیدوارم که جناب عالی هم سوال بنده رو واضح جواب بدید، ممنون میشم. ببینید مردم ما تو 98 قدم های بزرگی برداشتن، از اون اعتراضات آبان که دشمن با گلوله جواب داد، عدم شرکت در انتخابات و بره. مردم هم از طرفدار و غیر طرفدار جمهوری اسلامی باید بدونن حداقل در این بحث کرونا حکومت، یعنی همون 100 نفر که حالا در رهن، هیچ ارزشی برای اینا قائل نیستن. یعنی مرگ یعنی دیگه آخر خط. چیزی که حکومت برای منفعت خودش این ویروس رو کتمان کرد. پس مردم طرف داری جمهور اسلامی دیگه خواهشن یک کمی عقلتون رو به کار بندازید، به هوش باشید. اما اون سوالی که خدمتتون گفتم این که اما بعد یک سال از افرادی که در دوران حالا گذر فعالیت داشتن، واقعا ما چیز خاصی ندیدیم. نمیخوام که بی عدالتی بی حرمتی کنم، نمیدونیم که چه وظیفه‌ای داره، نمیدونیم که جواب بین‌المللی برای نجات ایران چه کار میکنن. خودتون همیشه، من چون همیشه برنامه شما رو پیگیری میکردم، همیشه میفرمایید که دوستان ما داریم کارایی میکنیم، واقعا الان موقع عمل دیگه. باید با جواب بین‌المللی بیشتر تعامل کنن، باید بیشتر فراخوان. نمیدونم، من واقعا از سیاست نیستم، نمیدونم چه راه روشی باید امکان بهتر زودتر این کار باید بکنیم. الان دیگه جمهوری اسلامی هم در داخل هم در بیرون هیچ مشروعیتی نداره.
همین انتخابات مشخص کسی هیچ منطقی، یعنی الان دیگه موقعشه که بیرون اینجا واقعا نمیشه، من که نگم نمیشه کاری کرد با گلوله جواب. خب صدای دوست ما قطع شد بخاطر که تایم استم شد. اون دوست من که گلایه کرده بود در این حال در ادامهش هم نوشته بود که پیغامبران رو به جناب نوری‌زاده برسانید، باورم نمیشه این همه عصبانیت خودم را از دست کسی که سالها برنامه شد. بعد میگه نگران کت‌شلوار نوع مردمید که سالهاست نتونستن بخرن یا کم شدن سود هاکوپیان، ای بسوزی جهل. نگران پاکبانان و رفتگرانی که بعد آشغالای مردم رو جمع کنن هستید، یا شیرنی فروشان و آجیل فروشان. عزیزم، پسرم، برادرم، هاکوپیان به یادم اومد. من برای هاکوپیان تبلیغ نمی کردم، برای هاکوپیان به یادم اومد چون آخرین جایی بود که ازم کت‌شلوار خریدم. اذیت نکن، من آگهی کننده نیستم که اصلا با هاکوپیان نمیشناسم. برای دو از سرزش کت‌شلوار خریدم، جالب برات بگم هنوزم دارم، 40 سال شد، برای که از ریخ نمیفته، هنوز قشنگه. حالا اسمش میذاری تبلیغ، آقای هاکوپیان، نمیدونم مدیران هاکوپیان، از این میلیون هایی که به ایران فردا میدادید دیگه ندید. آقا ویلکون برادر من، این هم مثل اون 18 میلیون عربستانه. چند روز پیش به یه رفقا میگفتم، شکوه میکرد که آقا حقوق دیر شده اینا، گفتم واقعا این عربستان این 18 میلیون دلار وزیر اطلاعات گفت، 30 میلیون دلار هم که یکی از دوستان عزیزم گفت، اینا نمیدونم چی شده به جان تو، این من نمیدونم چی شده که ما حتی نتونستیم خونمون رو آزاد کنیم، هنوز قسط داریم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا، شما را به پروردگار عاشق می سپارم، براتون آرزوی سلامتی می کنم، بلا دور، بلا از همه جان همه جهان دور، و به ویژه از خانه پدری بدرود.